به نام خدا، سید علی کلامی حدیث هستم. میخوایم در این آموزش از فرادرس به بررسی کاربرد پایتون در حوزه های فاینانشال بپردازیم و ببینیم که چه کاربردهایی میتونیم از پایتون ببریم توی این حوزه. توی این قسمت بیشتر تمرکزمون روی خود داده، دریافت داده، پاکسازی داده خواهد بود. و اولین قدم خب دریافت داده هست. اینکه ما این دیتا رو میتونیم از کجا دریافت کنیم. یکی از روش ها خب اینه که ما از کتابخونه های خود پایتون استفاده کنیم. روش دیگه اینه که ما در واقع از یک سری سایت ها فایل ها رو دانلود کنیم و به این شکل استفاده کنیم. روش سریعتر، بهتر و متناسب ترش اینه که ما از یک API استفاده کنیم. خب سایت های مختلفی API ها مختلف دارن که بر اساس نیازتون میتونید از اونها استفاده کنید. یکی از این سایت ها سایت alphavantage.co هست که میتونید به صورت رایگان یک API کی واسه خودتون دریافت کنید و استفاده کنید. توی بخش داکیومنتیشنش اگه مراجعه کنید میبینید که خب سری های زمانی هست واسه بازار بورس، فاندامنتال دیتا هست، فارکس هست و رمزارزها و موارد بیشتر که میتونید بررسی کنید. ما میخوایم بخش کریپتوکارنسی رو در بخش دیلی بررسی کنیم و ببینیم که به چه صورت هست. خب اینجا یه توضیح کوتاهی هم در مورد این بخش داده که چه اطلاعاتی میشه از اینجا به دست آورد. یه هیستوریکال تایم سریز هست واسه یک دیجیتال کارنسی مثل بیت کوین بر حسب حالا یه ارزی مثلا مثل یوان چین، این میتونه مثلا اتریوم هم باشه، یعنی کارنسی به کارنسی میتونه یه رمزارز به رمزارز هم باشه. و خب گفته که این دیتا ها توی میدنایت UTC رفرش میشن. حالا بیایم ببینیم که به چه صورت هست. مثلا خب اینجا بخش مختلفش رو توضیح داده که باید به چه صورت باشن و مثال هایی هم واسهش آورده که اینجا به صورت کامل و سرهمش به این صورت میشه، یعنی این رو اگه یک API کی توی بخش دمو قرار بدیم کار خواهد کرد. منتها قبل از شروع وارد مود VS Code بشیم، یک فایل پایتون ایجاد کنیم و کتابخونه هامون رو فراخونی کنیم. واسه کار با آرای کتابخونه نامپای به اختصار NP، برای کار با داده های CSV کتابخونه پانداز به اختصار PD، برای رسم نمودار کتابخونه متپلاتلیب بخش پایپلاتش به اختصار PLT و در نهایت برای کار با موارد آماری و بررسی یک سری شاخص ها بخش استاتس از سایپای به صورت STT فراخوانی میکنیم. حالا برگردیم سراغ این URL در واقع و این رو با اسم URL به این صورت وارد محیط برنامه نویسی میکنیم و خب اینجا تمامی موارد درست هست، ولی ما میخواییم با اتریوم کار کنیم به جای بیت کوین و به جای یوان چین میخواییم که بر اساس دلار آمریکا بررسی کنیم. برای بخش API کی هم من یک API کی قبلا دریافت کردم به این صورت هست، یک کی 16 کاراکتری هست که این واسه ما کار خواهد کرد. واسه این که ما این رو چک کنیم و ببینیم که به چه صورت هست، ما همین لینک رو یه دونه کپی میکنیم. البته خب باید بدون کوتیشن کپی کنیم که بشه ازش استفاده کرد. یه یک تب جدید اگه ما همین رو وارد کنیم میبینید که یک فایل به این صورت برای ما دانلود میشه و میبینید که این فایل اکسل ما هست به این صورت. میبینید که آخرین داده مربوط به 9/9/2021 هست و قدیمی ترین دادهش 15/12/2018، یعنی مربوط به 1000 روز قبل. و داده های مختلف رو داریم. میبینید که خب اینجا open high low close، باز دوباره open high low close، volume و market cap. چرا این بعضی ستون ها دوباره تکرار شدن؟ مثلا این open و این open دوباره تکرار شدن. علتش اینه که به صورت پیش فرض این 4 تا ستون به علاوه این ستون توی این فایل ها قرار میگیرن نسبت به دلار آمریکا و بر اساس اون مارکتی که ما انتخاب میکنیم این 4 تا ستون قرار میگیرن. یعنی اگه مثلا یوان چین میذاشتیم اینجا CYD قرار می گرفت، ولی چون هر دوتاش دلار آمریکاست اینا تکرار شدن. حالا بریم یک دیتا فریم ایجاد کنیم از این URL و بگیم که pandas.read.csv، چون فرمت فایل CSV هست به این صورت URL رو وارد می کنیم، سپریتور رو میذاریم مقدار کاما. این سپریتور رو اصلا چی هست و از کجا باید پیدا کنیم؟ من این فایل رو میبندم، یه بار دیگه این فایل رو توی فولدرش باز کنم و همین رو به صورت یک فایل متنی
باز میکنیم، یه مقدارم فونتش رو مثلا اگه کوچیک‌تر کنیم و از بولد در بیاریم، الان یه مقدار بهتر شد. خب میبینید که بین این داده ها یک سری کاما قرار گرفته، مثلا این قیمت اوپن هست یه کاما قرار گرفته، بعدش قیمت های و یه کاما، بعد لو و الاخر. این کاما سپریتور ما هست و اصلاح سپریت میکنه این داده رو از این داد، و این توی فایل های مختلف ممکنه که متفاوت باشه، ولی در حالت کلی معمولا همین کاما استفاده میشه. یه دونه هم یوز کالز انتخاب میکنیم و میگیم که کدوم ستون ها رو برای ما دریافت کن از اون فایل. خب چون ستون های تکراری هم هستن و ما نیاز نداریم که همشون باشن اونجا، و میایم اینجا یه دونه کالم تعریف میکنیم و همین کالمز رو یک لیستی تعریف میکنیم و اون مقادیری که توی فایل در واقع تکست ما بودن همونها رو یه بار دیگه ما کپی کنیم. از این مقادیر ما فقط open, high, low, close رو میخواییم. خب timestamp هم اضافه کنیم که زمان رو هم داشته باشیم. یه دونه هم که خب volume رو میخواییم. اینها باید به صورت string باشن. و خب چون توی فایل خب header تعریف شده بود، ما header رو برابر صفر قرار میدیم که اون آخرین داده رو